باران 50% کمتر باریده است امسال. در بالا دست دام‌های گرسنه در زمین‌های بی آب و علف چرا می‌کنند. اما در پایین دست این زمین‌های گندم است که چراگاه دام هاست. چاره‌ای ندارم، گشنه ام. به یکی از روستاهای قطب دامداری استان می‌روم. به خاطر کمبود نهاده‌های دامی هر چیزی در شکم این گوسفندان نگونبخت یافت می‌شود. خوراکم به ما هر نگار رفتن 1 میلیون تن سهمیه ریخته، در برج 1 تن می‌ده. کشاورزان امسال با وجود خوش‌سالی گسترده اما به هر قیمتی که شده به وسیله آب قنات این زمین سرسبز گندم رو به بار آوردن. اما نکته غم‌انگیز ماجرا اینجاست که دقیقاً این سمت رو ببینید، زمین گندمشون رو در اختیار چرای گوسفندان قرار دادن. به علت تهدید مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، من گردن اون کشاورز میشکنم. تصویر پیرمرد کشاورز رو نشان نمیدم. در خانم آزوغه ندارم جمع کنم، مجبورم بیه مازمی گندم کنم به دست نمیده دوره کنم بده اونا بخوره تا یه بچی میشه. اما قصه دردناکتر از این نقطه آغاز میشود. فراتر از گندم، نان خشک برای تغذیه دام با قیمت 2 برابر خرید و فروش می شود. اینا همه نون خشک مریم اینا رو می خریم کیلو 7000 تومان. این روزها عرضه نان خشک جزو آگهی های پربازدید یک سایت خرید و فروش است. من برای این آگهی روی دیوار تماس گرفتم. تمیزه؟ چون زایاتی ها معمولا توش مقدار کپک و اینا هم داره. نون زایاتی نیست، نون نونوایی اینا خان. چند روز بعد تماس گرفت که 8 تن نان خشک تمیز آماده تحویل است. اول از مقدار بار مطمئن شد. سلام، احوال شما خوبی؟ نو خشک ها رو مدن ببینم. همه ایشی مدن هر چیزی من خواستی خواهی. 8 تن در عرض 3 روز فقط به دست یک واسطه گر رسیده و این در حالی است که زمزمه های کمبود آرد بلندتر شده است. اصلا بعض وقتا کم گیر ما میاد خیلی. مثلا روز جمعه یکی تعدیل و یکی تعدیل. آتش در خرمن گندم افتاده و نظارتی نیست تا خاموشش کند. مسئولان هر گونه مصاحبه ای در این اوضاع را به بهانه ایجاد بحران رد می کند. شروع نشده فردا صبح میگن آقا شما برداشت نکردین، چه یه حرف زدین، مردم نمیدن، ناراضیان. قطعا یک موجی و صلاح یک الغام شده مردم. آقای مالک ما عادت کردیم. من این موضوع دامن نمیذاره، چون من این موضوع قبول ندارم. خانم نگاه کن، شما دنبال کار جنجالی میگید، حرفتونو بجاست. اصلا دنبال کار جنجالی نگاه کنید. اما آن طرفتر خبر میرسد که قیمت پیشنهادی دولت برای خرید گندم کشاورزان چندان مورد استقبال قرار نگرفته. محمد دادن داما چرا ندارم به خاطر قیمت. سرانه مصرف گندم برای هر نفر در استان ماهانه 9 کیلوگرم است. با احتساب جمعیت خراسان رضوی این رقم قابل توجه است. به خاطر خوشسالی های اخیر 210 هزار تن کاهش برداشت گندم داشته ایم. غذای جدید دام ها یعنی نان را هم به این بحران اضافه کنیم. نه چشم ها می بیند و نه گوش ها می شنود. تا این زخم کی سر باز کند؟ مریم تکافی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.